کتاب آن سوی مرگ. من افلیجی بودم که بیناییش را برای همیشه از دست داده بود. می توانم درک کنم که لااقل به خاطر نابیناییت چقدر ناراحت بودی. ناراحت نبودم، مگه می شود؟ آره، چون مطمئن بودم که به زودی خواهم مرد. چرا فکر میکردی میمیری؟ خب میدانستم که لگنم شکسته، میدانستم که بخشی از روده، تحال و کبدم را دور ریختن، میدانستم که نیمه راست بدنم فلج شده، میدانستم که وزنم خیلی پایین آمده و دارم کم کم محو میشوم. بدنم در واقع پسمانده دختری بود که سحر صدایش میزدن. با این اوضاع حتی 1% احتمال نمیدادم که زنده بمانم. برای همین از کوری نمیترسیدم. به نظرم کوری آخرین مرحله زندگیم بود، آخرین مرحله‌ای که قطعاً خیلی زود سپری میشد. به هر حال 10 شب بعد از این که از کما بیرون آمدم مجدداً سکته کردم. خدای بزرگ، آن شب روی تخت دراز کشیده بودم. هیچ پرستاری در اتاق نبود. تلویزیون داخل راه رو روشن بود. پرستارا به خاطر من کمی صدایش را بالا برده بودند. داشتم به صدای گوینده اخبار گوش می دادم. ناگهان صدای گوینده قطع شد و دنیا در سکوت فرو رفت. دفعتا خودم را در بالا نزدیک سقف آیسیو یافتم. این بار خیلی راحت تر و سریع تر مرده بودم. حتی مثل دفعه پیش بدنم منقبض نشد. سرم هم روی شانه نیفتاد. دوباره از آن بالا همه چیز را می دیدم. متوجه شدم که برای راحتی مریض ها بیشتر چراغ ها را خاموش کردند. دیدم که دستگاه های کنار تختم روشن هستند و پرستارها به وخامت وضعیت پی نبردند. نه، نمی دانم چرا دستگاه هشدار نداده بود. برای مدتی هیچ پرستاری به جسمم سر نزد. مثل بار اول همه بیمارستان را می دیدی؟ آره، همه ساختمان، همه محبت بیرونی و حتی اتاق نگهبانی را. اما این دفعه هیچ صدایی نمی شنیدم. من پرستارهایی را که در وسط راه رو کنار هم ایستاده بودن می دیدم، ولی صدایشان را نمی شنیدم. در حالی که می دیدم لبهایشان دارد تکان می خورد. نمی فهمیدی چه می گویند؟ می دانستم که چه می گویند، فقط صدایشان را نمی شنیدم. آنها چه وقت متوجه شدند که سکته کردی؟ پس از حدود 5 دقیقه. از آن بالا دیدم که یکی از پرستارهای توی راه رو سرش رو چرخان، دهانش رو باز کرد و بلند گفت. یعنی فهمیدم که دارد با صدای بلند میگوید: سحر، میخوای کانال تلویزیون را عوض کنم؟ چون جوابی نشنید توی دلش گفت: چرا سحر جواب نمیدهد؟ بروم ببینم خواب رفته؟ را افتاد، وارد آیسیو شد، بالای بدنم رفت، سرش را به صورتم نزدیک کرد، دوباره لبهایش تکان خورد. باز بیان که صدایش را بشنوم، دانستم که دارد ازم میپرسد: سحر، خوابی؟ دستم را گرفت، بعد صورتم را تکان داد. ناگهان هول شد، حس کردم که دارد داد میزند: بچه ها بیایید. به گمانم سحر دوباره سکته کرده. پرستارها سراسیمه به اتاق آمدند. لحظه بعد یکیشان دکتر را خبر کرد. 1 دقیقه طول کشید تا دکتر آمد و تشخیص داد که باز دچار سکته مغزی شدم و کارش را شروع کرد. این بار نسبت به دفعه قبل مدت زمان بیشتری را در آن بالا گذراندم. سعی نکردی پایین بیایی یا گشت در بیمارستان بزنی؟ نه، ترجیح دادم که همونجا بمانم. عاقبت چه شد؟ دکتر هم همچنان که با بدنم مشغول بود که یک ها اطرافش شلوغ شد. دیدم که همه دارند به مانیتور نگاه میکنند. همان لحظه متوجه شدم که دیگر مشکل شنوایی ندارم. حالا میتوانستم به خوبی صداها را بشنوم. صدای دکتر را شنیدم که به پرستارها گفت: دچار ایست قلبی شد، عجله کنید. در ثانیه های بعدی جملات دیگری را شنیدم: نبض ندارد، جریان خونش قطع شده، عملیات احیا را شروع کنی. به چه نگاه میکنی خانم فهیمی؟ زود باش. این توبهش کن،
اکسیژن، ماساژ قلبی، 1 میلی گرم آدرنالین، ماساژ قلبی، 1 میلی گرم آتروپین. مانیتور را خوب بررسی کن، مطمئن شو که اتصالات دستگاه برقرار است. 1 میلی گرم دیگر آدرنالین، قلب به کار نمی افتد. هیچ استرابی نداشتی؟ نه. و مطمئن بودم کارم تمام است. دعا می کردم که خداوند مرا ببخشد و به خاطر آنچه کرده بودم و آنچه نکرده بودم. حتی 1 ذره نمی خواستی موفق شوند؟ نه، ولی موفق شدند. در حقیقت خواست خدا بود که به جسمم برگردم. بلافاصله بعد از آخرین شوک احساس کردم نیروی مرا به سوی بدنم میکشد. نیروی قوی بود، آره، ولی ظاهرا به سختی میتوانست مرا به جسدم بسط کند. انگار من میلیون ها تن وزن داشتم. به هر صورت کم کم کشیده شدم. هر چه جلوتر میرفتم رشته های نقره‌ای رنگ کوتاه تر می شدن. بالاخره احساس کردم روی انگشت های شست پاهایم قرار گرفتم. آن موقع انگشت های شست جسدم به هم چسبیده بود. بعد از همان انگشت های شست شروع به وارد شدن کردم. وارد شدن به بدنم فوراً فهمیدم که انگشت هایم از انرژی گرمی پر شد. من در پاهایم لایه به لایه جلو می رفتم. به تدریج به زانوها و کشاله رانها رسیدم. برای اینکه بهتر بفهمید میتوانید بدنم را مثل یک مجسمه شیشه‌ای توخالی تصور کنید. یک مجسمه شیشه‌ای توخالی که بخار انرژی بخشی را از پایین به آن بدمند. این بخار قطعات بدنم را پر میکرد و جلو میرفت. همزمان اعضایم یکی یکی جان میگرفتند. من اونقدر در تنم جلو رفتم تا سرانجام به آخرین نقطه جمجمه هم رسیدم. در همان لحظه صدای شاد دکتر را شنیدم که گفت خطر رفت شد، قلبش دوباره به کار افتاد. تا چند دقیقه بعد هنوز صداهای اطرافم را می شنیدم. خدا به او رحم کند، هم سکته مغزی کرد هم ایست قلبی. به بخش قلب زنگ بزنید، به خانم دکتر رحیمی بگویید فوراً به اینجا بیاید. خانم دکتر رحیمی مریض تخت 1 ایست قلبی کرد. فوراً خودتان را برسانید. و بعد صداها قطع شد و در خوابی عمیق فرو رفتم. در اصل وارد کمای بعدی شدم. در این کما هم چیزی دیدی یا شنیدی؟ نه. در حالی به کما رفتی که همچنان کور بودی و سمت راست بدنت فلج بود و سمت چپ بدنم هم به اندازه کافی اس نداشت. چند روز در کما بودی؟ 3 روز. بعدن فهمیدم دکترها به نتیجه رسیده بودن که قابل تعمیر و درست بشون نیستم. از نظر آنها من دختری از دست رفته بودم. با پایان غم انگیز. آنها کار خاصی روی بدنم انجام نداده بودند. نه اینکه نخواسته باشن انجام بدن، نمی توانسته بودند. بعد از 2 سکته مغزی و 1 ایست قلبی ناچار بودند که مرا به اسرائیل بسپارند. حتی عده‌ای ترجیح می‌دادند که زودتر بمیرم تا کمتر زجر بکشم. اما تو با بیرون آمدن از کما همه رو شگفت زده کردی. چطور از کما خارج شدی؟ در شامگاه روز 3 دفعتاً صدای اذان شنیدم. به دنبالش نگاهم به در ورودی ICU افتاد. دری شیشه‌ای که تقریباً جلوی تختم قرار داشت. و سب کن، گفتی نگاهت به در شیشه‌ای ICU افتاد، مگر در آن موقع نابینا نبودی؟ در را با چشم‌های اثیریم دیدم. با قالب جسمانی، با قالب مثالی. یعنی دوباره از بدنت خارج شده بودی؟ مطمئن نیستم، اما می‌دونم که دیگر در آن بالا نبودم. شاید داخل جسمم قرار داشتم، شاید هم خیلی نزدیک به آن. ادامه بده. ناگهان دیدم نوری از در شیشه‌ای وارد ICU شد. لغت نور گیرنده های مغزم را تحریک کرد. مشخصا چجور نوری؟ نوری توده‌ای، نور طلایی رنگ و خیلی درخشان و آرام بخش.
عذرخواهی میکنم، من همیشه در مورد موضوع نور کنجکاو هستم، بنابراین داستانت رو قطع میکنم تا چیزهای بیشتری راجع به آن نور بدانم. سعی کن بهتر برایم شرح دهی.